هر روز کاری من با جلسه همکار آغاز می‌گردد که برنامه خود چگونه به پیش ببرم. روز کاری اکثرا با دروس مکتب که از رادیو آغاز کردیم شروع می‌شود و درس‌های مکتب برای دختران محروم از آموزش در حال حاضر یک نیاز حتمی می‌باشد. ایجاد رادیو نوای زن یک کار مشکل برای من بود. در حال حاضر چندین بار با خطر مسته شدن مواجه گردید و قسم وانمود کردیم که رادیو برای زنان که از حقوقشان آگاه شوند مؤثر می‌باشند. در رادیو برنامه به نام تولن ایجاد نمودیم که این برنامه پیرامون حقوق زنان از دیدگاه اسلام بحث می شود و توانستیم از حقوق زنان توسط این برنامه دفاع کنیم و نیز حمایت حکومت در راستای حقوق زنان جلب کنیم که یک دستاورد بزرگ برای من و تیمم می باشد. پخش برنامه های پیرامون حقوق زنان از رادیو باعث گردید که روزانه صدها زن به محاکم جهت اخذ حقوق خود مراجعه کنند که این مؤثریت برنامه رادیو را نشان می دهد. به خاطر که زنان در شرایط کنونی از حقوق خود محروم هستند، مثلا کار کردن در بیرون از خانه، حق تحصیل و آموزش از آنها گرفته شده است، هم رادیو برایشان یک تکیگاه برای حفظ حقوقشان و آموزششان و همچنین تحصیلشان محسوب می شود. برای دختران محروم از آموزش برنامه درسی را آغاز نمودیم که بیشتر از 30,000 دختر از این برنامه ها مستفید می شوند. احساس خوشحالی می کنم، شب راحت خواب می شوم که برای دانش آموزان محروم از درس زمینه فراگیری دروس مکتب را فراهم کردم. وقتی می بینم برنامه رادیو در جامعه تاثیر گذاری دارد، زنان از آن برمند می شود، برای من اسم انگیزه راه می دهد. اگر تهدیدم وجود دارد با آن مقابله کنم، برای دختران و زنان افغان تلاش نمایم. یکی از دلایلی که توانست بهتر کار کنم کمک مالی یونسکو از کارمندان رادیو می باشد تا بتوانیم برنامه درسی مکتب را داشته باشیم و همچنان پیرامون حقوق زنان کار کنیم. امید دارم روز برسد که رادیو نوای زن در تمام ولسوالی های فرا ولایات کشور قابل شنیدن باشد، مردم به ویژه زنان از آن مستفید شوند. حمایت نهادهای سازمان ملل باعث می شود رسانه ها تحت رهبری زنان مستحکم تر حرکت کنند و زنان و مردان از حقوق مساوی بهره مند شوند. و از یونسکو می خواهم برای صدها زن و روزنامه نگار که بیکار شده اند زمینه کار را مساعد سازد تا در رسانه های کشور کار کنند.